وقتی یک زخمی آسیب در بدنمون به وجود میاد، تنها آرزومون اینه که سریعتر جراحتمون خوب بشه تا بتونیم به فعالیت‌های عادیمون برگردیم و احساس سلامتی کنیم. این زخم میتونه ناشی از یک جراحی باشه یا ناشی از یک سانحه یا تصادف. من تو این ویدیو عواملی رو بهتون معرفی میکنم که سرعت نقاهتتون رو بالاتر ببره و به ترمیم و بهبود بهتر زخمتون کمک کنه و جای زخمتون کمتر بمونه. پس تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدید، دکتر نیما هستم. قبل از اینکه بریم سراغ عوامل، یه نکته رو من بگم راجع به مراحلی که در بهبود و ترمیم یک زخم توی بدن ما رخ میده. مرحله اول مرحله هوموستازه، یعنی زمانی که عروق ناحیه‌ای که آسیب دیدن تنگ میشن که خونریزی متوقف بشه و پلاکت ها میان لخته‌ای رو تشکیل میدن. مرحله دوم مرحله التهابه، مرحله‌ای که اون ناحیه گرم میشه، عروق باز میشن و بلبل‌های سفید به ناحیه حرکت میکنن تا فرایند ترمیم و جلوگیری از عفونت رو شروع کنن. مرحله سوم مرحله پولیفریشنه، یعنی مرحله‌ای که سلول‌های جدید ساخته میشن، کلاژن ساخته میشه و رگزایی و تشکیل عروق جدید شروع میشه. و مرحله چهارم ریمودلینگه. تو این مرحله اون ساختارهایی که درست شده بودن مثل سلول‌ها و عروق بالغ میشن و یه جورایی مثل انجام ریزکاری های آخر ساختن یک ساختمون میمونه. اولین و یکی از مهمترین عواملی که توی بهبود یک زخم تأثیر داره استرس و سطح هورمون کورتیزوله. اگر استرس بالا باشه سیستم ایمنی ضعیف میشه و این میتونه ایجاد عفونت رو بیشتر بکنه. اگر یک زخمی عفونت داشته باشه امکان نداره که خوب بشه. به علاوه اون ترشح هورمون رشد رو هم کم میکنه. نبود هورمون رشد یعنی سرعت ترمیم پایین‌تر. یک تحقیق بین دو دسته از دانش آموزا انجام شد. یک دسته اونایی که توی زمان امتحاناتشون بودن و یک دسته اونایی که توی تعطیلات بودن و نشون داده شد که همین استرس امتحانات میتونه 40% سرعت ترمیم زخم رو پایین بیاره. دومین عامل که این عامل هم خیلی مهمه کمبود خوابه. کمبود خواب میتونه باعث افزایش هورمون کورتیزول بشه و هورمون کورتیزول همونی که توی بخش قبلی راجبش صحبت کردیم. پس با توجه به دواملی که گفتم وجود یک خواب خوب و بی استرس خیلی مهم میشه و توصیه میشه که زمانی که زخمی توی بدنتون دارید و میخواید که ریکاوری کنید حداقل 8 تا 9 ساعت در طول روز استراحت کنید و بخوابید. اگر میخواید کیفیت خوابتون رو به ماکسیمم برسونید تا سرعت و قدرت ترمیم بدنتون هم به ماکسیمم برسه، یه ویدیو دارم که رعایت نکات بهداشت خواب رو توی اون ویدیو میتونید یاد بگیرید. عامل مهم و تاثیرگذار بعدی الکله. توی تحقیقات متوجه شدن که اگر 100 میلی گرم در دسی لیتر الکل در خون وجود داشته باشه و این مقداری که میگم یه مقدار بیشتر از سطح قانونی الکل در اکثر ایالت‌های آمریکاست، میتونه تداخلات شدیدی توی مرحله پولیفراتیو ترمیم زخم ایجاد کنه که در نتیجه اون ساخت عروق جدید و کلاژن میتونه واقعا تحت تاثیر قرار بگیره. پس توصیه میکنم در دورانی که زخمی دارید و ترمیمش براتون خیلی مهمه از استفاده روزانه الکل به کلی پرهیز کنید و اگر مهمونی هم دعوت شدید سعی کنید هرچه کمتر از الکل استفاده کنید. عامل مهم بعدی دخانیاته. سیگار 4000 ماده وارد بدن میکنه و یکی از مهمتریناشون قاعدتا نیکوتینه. خود نیکوتین میتونه بر عروق تأثیر بذاره و باعث بسته شدن عروق بشه و وقتی که عروق بسته بشن خونرسانی به ناحیه زخم انجام نمیشه و اگه این اتفاق نیفته اکسیژن و مواد غذایی به اون ناحیه نمیرسن که بدن بتونه بازسازی سلول‌ها رو انجام بده. یکی دیگه از موادی که توی دود سیگار وجود داره کربن مونوکسیده که کربن مونوکسید اشتهای 200 برابری نسبت به اکسیژن داره برای چسبیدن به گلبول‌های قرمز. وقتی به گلبول‌های قرمز میچسبه فضای گلبول‌های قرمز برای دریافت اکسیژن پر میشه و نمیتونن اکسیژن رو به باف برسونن و نبود اکسیژن ترمیم رو عقب میندازه. این قضیه انقدر مهمه که جراح‌های پلاستیک و زیبایی اگر بیمارشون قبول نکنه که سیگار کشیدن رو برای مدت جراحی کامل کنار بذاره خیلی‌هاشون از انجام عمل جراحی اجتناب میکنن و اصلا عمل رو کسی که سیگاری باشه انجام نمیدن. برای کسایی که خیلی اعتیاد به سیگار دارن و حتما باید استفاده کنن توصیه میشه که قبل از عمل جراحیشون سیگار رو کنار بذارن و به جاش از پچهای نیکوتین استفاده کنن، چون حداقل اون 4000 ماده دیگه‌ای که توی سیگار وجود داره رو وارد بدن نمی‌کنه. یکی از مهمترین و بزرگترین عاملی که تاثیرگذاره در ترمیم زخم مواد غذاییه که مصرف می‌کنیم. یکی از مهمترین مواد غذایی که شاید براتون عجیب باشه استفاده از آبه. آب توی ترمیم و کیفیت ترمیم زخم خیلی تاثیر میذاره و توصیه میشه کسایی که زخم دارن برای ترمیم زخمشون باید 20 تا 30% بیشتر آب
مصرف کنن. برای اینکه بدونید چه مقدار آب مصرف کنید که بدنتون به خوبی هیدراته بشه و آب به زخم و بدنتون برسه، یه ویدیو دارم که اون رو میتونید نگاه کنید. ماده مهم بعدی در تغذیه پروتئینه. پروتئین در ساخت کلاژن و سلول ها نقش حیاتی بازی میکنه و خیلی موثره. پس سعی کنید مقدار خوبی از پروتئین رو در طول روز به بدنتون برسونید. از پروتئین هایی که راحت در دسترسن و میتونید استفاده کنید، یکیشون و مهمترینشون سفیده تخم مرغ. اگر جراحی بزرگ انجام دادید یا آسیب بزرگی دیدید و زخمتون بزرگه، روزی 2 تا 3 تا سفیده تخم مرغ رو توصیه میشه که بخورید. مواد پروتئینی دیگه‌ای هم وجود دارن مثل تون ماهی که اینها رو میتونید سرچ کنید و پیدا کنید. اگر ترمیم زخمتون براتون خیلی مهمه و دوست دارید خیلی اینو سریع انجام بدید، مخصوصا اگه ورزشکار باشید بخواید سریعتر به میادین برگردید، باید سراغ مکمل‌های پروتئین برید و 2 تا از مهمترین پروتئین‌هایی که لازم دارید آرژنین و گلوتامینن. پس اگر میخواید مکملی بخرید، این 2 تا مکمل رو باید تهیه کنید. ترمیم شدن و بازسازی یک زخم به انرژی خیلی زیادی نیاز داره و تو این شرایط بدن ما به کربوهیدرات ها خیلی نیاز داره. پس کربوهیدرات ها هم یکی از مهمترین بخش های غذایی برای ترمیم زخم هستن و حتما ازشون استفاده کنید و بهتره توی شرایط ترمیم زخم سراغ رژیم های مثل رژیم کتوژنی نرید. بعد از مواد غذایی اصلی میرسیم به مبحث شیرین ویتامین ها که میدونم خیلی از ماها علاقه داریم از ویتامین ها استفاده ببریم برای سلامتی بیشتر. مهمترین ویتامین هایی که در ترمیم زخم نقش دارن ویتامین C و بعد از اون ویتامین E و بعد از اون ویتامین A هستش. وجود ویتامین C برای خواص ضد التهابش و تأثیرش بر سیستم ایمنی خیلی مهمه، به علاوه که نشون داده شده کمبود ویتامین C میتونه باعث کم شدن رگزایی بشه و شکنندگی عروق رو بالا ببره. پس ویتامین C یکی از مهمترین ویتامین‌هایی که در زمان نقاهت و ترمیم زخمتون باید مصرف کنید. همونطور که گفتم یه ویتامین دیگه هم ویتامین E که خیلی مهمه و گفته شده که حتی کرم‌های موضعی ویتامین E میتونن در کمتر شدن جای اسکار و جای اون زخم تأثیر داشته باشن. به علاوه ویتامین ها یه سری عناصر هم هستن که خیلی مهمن. یکی از مهمترین عناصر زینک و در کنار اون منگزیوم هم خیلی مهمه. منگزیوم و زینک به عنوان عواملی هستن که توی فعالسازی آنزیم هایی که توی ترمیم یک زخم نقش داره نقش کلیدی بازی میکنن. برای اینکه کمپلت این مواد مغذی رو به بدنتون برسونید، من توصیه میکنم که از مولتی ویتامین ها استفاده کنید. توی این جدولی که این بغل میبینید اکثر آیتم های مهم برای بهبود زخم نوشته شده. سعی کنید یه مولتی ویتامینی تهیه کنید که همه اینها رو داشته باشه. راستی تا اینجا اگه از ویدیو خوشتون اومده میتونید لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگه سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. اگر میخواید از من یک حمایت رایگان داشته باشید و اگر میخواید از من یک حمایت مالی داشته باشید، میتونید از دکمه سوپر تانکس استفاده کنید. به علاوه اینکه حتماً تجربیات خودتون رو توی کامنت بنویسید تا من و بقیه ازش مطلع بشیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم. بریم سراغ ادامه عوامل. یک عامل مهم وجود ادم و تورم توی ناحیه است. اگر توی ناحیه‌ای که قراره توش نقاهت انجام بگیره ورم وجود داشته باشه، این ورم و آب اضافی فشار میاره روی عروق و گردش خون به اون ناحیه رو کم میکنه. پس سعی کنید با رعایت عواملی که توی ادم و وجود ورم نقش دارن، با کم کردن این ورم سرعت ترمیمتون رو بالاتر ببرید. اگر میخواید بدونید که چطور این کار انجام بدید، من یک ویدیو راجع به این قضیه ساختم، بعد از این ویدیو میتونید اون رو نگاه کنید. اما یک عامل مهم که در برطرف کردن ادم نقش داره ورزش و فعالیت فیزیکیه. فعالیت فیزیکی باعث میشه که گردش خون بیشتر بشه، مواد غذایی و اکسیژن بیشتری به ناحیه زخم برسه، ادم همونطور که گفتم کمتر بشه و سطح سلامتی رو به طور کلی بالاتر میبره. و یه عامل تاثیرگذار دیگرش هم اینه که سطح استرس رو میتونه کم بکنه و از طریق افزایش سلامت روانی میتونه باعث افزایش سرعت ترمیم یک زخم بشه. یک عاملی که میتونه روی سرعت ترمیم و بدشکل شدن یک زخم تاثیر بذاره چاقیه. بافت چربی خون رسانی خوبی نداره و این باعث میشه که خون کمی به نقطه‌ای که میخواد ترمیم بشه برسه و این سرعت ترمیم رو پایین‌تر میاره. به علاوه این میتونه ریسک عفونت‌ها رو هم بالا ببره، چون وقتی خون کمی به این ناحیه میرسه یعنی داروهای کمی هم به اون ناحیه میرسه، آنتی بیوتیک کمی هم به اون ناحیه میرسه. به علاوه این که این بافت چربی میتونه فشار ایجاد کنه به سمت خارج و این باعث میشه که لبه‌های زخم خوب نتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن. همه این عوامل باعث میشه که چاقی و اضافه وزن تأثیر منفی داشته باشه روی سرعت ترمیم یک زخم.
اینو میگم برای اینکه اگر میخواد یک جراحی الکتیوی رو در آینده انجام بدید، یعنی اورژانسی نیست و دارید برنامه‌ریزی میکنید، شاید بتونید یه مقدار روی کاهش وزنتون سرمایه گذاری کنید. و اگر این اتفاق نیفته و شما الان یک زخمی دارید، میتونید بقیه عواملی که معرفی کردم رو بیشتر جدی بگیرید و روی اونها انرژی بیشتری بذارید. یکی از عواملی که میتونه سرعت ترمیم رو پایین تر بیاره داروهای مختلف هستن. یک دسته از این داروها داروهای انسید هستند، یا همون مسکنهایی که ما میشناسیمشون، مثل ایبوبروفن ها، دیکلوفناک و مشابه اینها، که اینها میتونن در پروسه های ترمیم زخم تداخل ایجاد کنن و سرعت اون رو کم کنن. حتما با پزشکتون راجع به داروهایی که مصرف میکنید صحبت کنید. این دسته دارویی که من گفتم فقط یکی از دسته های دارویه. همه داروهاتون رو به پزشکتون بگید تا بهتون بگن که چطور میتونید با تغییراتی تأثیر منفی این داروها رو روی زخمتون کم بکنید. میزان قند خون هم تأثیر خیلی زیادی در سرعت ترمیم زخم داره، مخصوصا در کسایی که زخمهای دیابتی دارن. توی این شرایط اگر دیابتیک هستید، قند خونتون حتما باید کنترل بشه و باید خیلی بیشتر از قبل تحت نظر داشته باشیدش و عواملی که روش تأثیر داره رو رعایت کنید. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه. به اشتراک گذاری با دوستاتون فراموش نشه. مرسی، خدافظ.